خدمت شما عرض میکنم همونطور که مطلع هستین آقای حسن نزی فوت شدن، متولد 1918 و فوتشون هم گویا در همین 14 سپتامبر اتفاق افتاد. حسن نزی از شخصیت های ملی مملکت ما بودن. یک بار فرصتی آمد پیش آمد که ما خدمت ایشان رسیدیم، تشریف آورده بودن در لس آنجلس، در یک جایی بود که یادم نیست درست کجا بود، در یک دفتر مجله‌ای بود، خدایا یک دو ساعتی ما خدمت آقای نزیه بودیم، سایر دوستانم بودن. خیلی مرد نیک محضر، رقیق القلب، سلیمی به نظر آمد. ضمن سخن در باب حمله روس‌ها به ایران، موضوع آذربایجان، دو سه بارم گریست این مرد. پیدا بود که در واقع دل سوخته‌ای برای ایران داره. حسن نزیه حقوقدان بود در واقع و تحصیلاتش هم در خارج از کشور بود و مرد سیاسی بود، رئیس در واقع کانون وکلا بود و مخالف استبداد هم بود. گویا نامه‌ای هم به محمد رضا شاه نوشته بود در اون روزگاه که این وضعیت استبداد حقوق مردم رو تخریب کرده است و اینا، مورد غضب واقع شد، به خارج آمد. در زمان انقلاب بود که ایشون رئیس صنعت نفت هم شد و دوباره با اسلامیون در واقع نساخن، بر این بود که انقلاب برای کمبود اسلام نبوده و این جمهوری اسلامی یک سخن لاتائلیست. به خارج کشور آمد، گاه فعالیت ها داشت. یک فیلم از ایشان هست، این مرد وطن دوست بزرگوار. امیر جان این فیلم آقای حسن نزیه، نمیدونم کدومش، دو سه تا فیلم هست در یوتیوب، از ایشون هر کدوم نشان بدهید. در واقع به احترام این بزرگوار که درگذشت، ما ایشون رو ببینیم که سخن میگوید. چندین سخنرانی ازشون در یوتیوب هست، یکی از اینها رو قرار دوست عزیز ما امیر انتخاب بکنن پخش بکنیم، ببینیم که چه گفته است آقای نزیه در این صحبت. از اون شاگردان مشروطه بود، واقعا طرفدار در واقع بازسازی قانون اساسی بود و از همون در واقع سیاستمداران عصر مرحوم دکتر مصدق بود و عاقبت کار هم که بالاخره متروس شد، متروس دستگاه استبداد، دستگاه های استبداد مملکت ما.